عاشق هفت تا پسر شدم متحلم هستم یه آقا پسر گفته تو قهوه بابام قرص ریختم بعضی از فامیله و خانوم دوزی میکنم الان ما ریاکشن اومد چی باشیم یو سلام بچه حالتان چطوره خوبن اومدم با یک ویدیو یوتیوب دیگه در مورد رازهای عجیب شما ازتون خواستم که رازاتونو رو به من بگین بدون بردن اسم شما رازاتونو من بگم بریم ببینیم که چه رازهایی دارین قبل از اینکه بریم ببینیم لایک سابسکرایب زنگوله فلفل بابا خودشان نمیدونن ما چیکار بکنن اینا ها را انجام بدن بریم که ویدیو رو ببینم. یه دختر خانم گفته یه داداش ناتنی دارم که فقط من میدونم با مامانم پدرم نمیدونه یه داداشو نازنی دارم فقط من میدونم و مامانم پدرم نمیدونه بعد شروع شد بعد شروع شد یه دختر خانم دیگه گفته همه خانواده بودن به جز مامانم به شوهر و زناشون خیانت میکنن و من میبینم و صدامو نمیتونم در بیارم به خاطر آبرو متاسفانه تمام خانواده که حالا نمیدونم چه جوری امکان ولی متاسفانه تو جامعه امروزی ما خیلی از خط قرمزه از بین رفته و مدرنیته بودن میدونم دو دوست دختر داشتن و دوست پسر داشتن و حینه تعهل و نظر من بسیار بسیار کار کسیفیه و شما تا وقتی از لحاظ عقلی از لحاظ عقلی روحی جسمی هر چیزی به اون از آگاهی نرسیدین که میتونین با یک نفر بمونین ازدواج نکنین چون زندگی یه نفر دیگرم خراب میکنین ممنونم یه دختر خانم میگفته گفته تو قضای اکس هم وای تکس ریختم یه هفته مسموم بود آخرشم مشکل میده پیدا کرد <تصفح> واقعا چرا ما چیشو گرفتی مثلا هر چیزی هم باشه بابا ولکم برو آبجی چقدر شما قیزی چقدر حالت خرابه یه دختر خانم دیگه گفته عاشق هفت تا پسر شدم متأهلم هستم خندیده <تصفح> واقعا چرا بعضی اینجوری من نمیدونم دلیلش چیه چون خودم متأهل نبودم که بدونم آقا دلیلش که وقتی یکی تعهل داره مثلا عاشق هفت تا پسر امیدوارم که شوخی کرده باشی وگرنه که پفیوزی بدم پفیوزی ها یا آقا پسر گفته تو قهوه بابام قرص ریختم همه حتی دکترم فکر میکنن سکته مغزی بوده ولی در اصل مصرف قرص زیادی بوده و هنوزم زنده است چجوری تونسته نفر رو پدرش هم چه بکنه؟ حیف که نمیتونم اسم بگم بابات خشتک تو پاره کنه فکر کنم من آخر این رازا قش کنم من آره من کارهای مهاجراتم داره درست میشه ولی هنوز به خانواده نگفتم <تصفح> ایشالله که بگی به خانوادت و مهاجرت کنی به اون کشور مشورهای خوب یه زندگی بسیار خوب برای درست کنی بعد ما ای پرنده مهاجر هانا گفته اون کسی که همیشه دنپایی ها رو میکنه منم <تصفح> من از کدوم چیزی ببینم چون وسواس دارم قربون دشم ما فهم میکنیم شما چی شعر رو اونا پایار خیس یه دختر خانم گفته گوشی دوم پدرم چک کردم و بله فهمیدم یه مامان دیگه دارم یه مامان دیگه دارم شاید دوست دخترش بوده از کجا میاد ولی خب دیگه قلم درد میگیره من میخوام نمیتونم توصیه خاصی بدم پدر جان شما از سن و سالت خجالت نمیکشی واقعا هاش خانم ول کی گرفتی دو مال چی پلنگ بازی بار کلا من یک پلنگ داره و هم پیروزه دیدی عکسشه ندیدی اه... یه هر به من دست کرده و دختر نیستم و چند سال از تحتش ازدواج میکنم ازدواج نمیکنم عزیزان دلم کسی که تجاوز میکنه باید از تجاوز خجالت بکشه باید تحقیر بشه باید نفرین بشه باید هزار بالا سرش بیاد نه کسی که بهش تجاوز شده چرا توی کشور ما یک نفر که بهش تجاوز میشه بهش دست رازی میشه مورد جوری با خودش برخورد میکنه که آره بفهمن آبرو میره فلان هیچ آبروی ازش نمیره مثل این مونه که ناراحت باشی که اومدن از ماشین دزدی کردن من خودم بچه بودم شاید تو استخ هزار نفر هزار دستی بهم رسوندن بچه دیگه 7 8 سالته میفهمی من نمیام خودم مقصر بدونم اون آدم پسی که این کارو میکنه مقصره چون میتونی خیلی راحت با خانواده در میون بزن. زاری. اگه خانواده عاقلی داشته باشی میفهمن که تجاوز تجاوزه یعنی اون شخص به تو تعرض کرد یک شخص دیگه یکی میاد تو خونه دزدی میکنه مقصر تو که نیستی مقصر اون شخصه اولین که با روان پزشک حتما مشورت بکنین اگه بهتون تجاوز شده اینا نکرده دور از جونتون این اتفاق براتون افتاده حتما با روانشناس مشاوره کنین و با خانوادتون در میون بذارین هیچ آبرویی از بین نمیره فاتحه آبرویی رو خوندم که با این چیزا رو گذاشتم بخواد از بین بره همون بهتر که از بین بره یه دختر خانم گفته هم کلاسی دانشگاه که دوست دخترم هم هست میارم خونه اون تو اتاق همه فکر میکنن درس میخونیم عزیزم من ایرانم خواهی منو به فنا بدی صحبت <applause> چی کار میکنه گوشم بگو یه <applause> دختر خانم گفته با دوست بسنم که کات کردم بعد چند وقت با داداش دوست شد <applause> من میگم دخترها رو قیزی نکنین لجشون بگیره دودمانتون رو به باد میدن هیچ وقت سعی نکن با یکی دیگه بری چت کنی هرس دخترها رو دریار چون دفعه میبینید تا با پدرت هم دوست شد دیده شده این موضوع که با پدرت هم دوست میشه نکنه یک دختر خانم هم دختر خانم هم. پسرش کمه من 6 سال با برادر دوستم هم. مثل اج زن و شوهر اما خانواده فکر میکنن من میرم پیش دوستم خبر ندارم من با برادرش. من نمیدونم تو کجا ما میتونیم با رازا پیش بریم ولی دا رازا داره خیلی سمتور پیش میره سم تو سم نمیدونم به خدا چه جوری اینجوری ای؟ یا آقا پسر گفته با اولین حقوق کارم برای کسی فکر کردم قرار تو زندگیم باشه حلقه خریدم دو ماه بعدش بی رفت الای بگردم حلقه رو پس داد یا نه الان تلام هم گرون شده یه آقا پسری گفته این که از حساب بانکی بابام شارژ اینترنت میخرم <laughs> کار بعد یه پسرم یه دیم بر من یه دختر خانمی گفته از بعضی از فامیلا و خانواده‌مون دزدی بعض از بعضی از فامیلا و خانوم دزدی دوزی میکنم الان ما ریاکشن هم باید چی؟ واقعا ما نمیدونم شاید شاید یه بیماری داره این شخص به نظر من شما به روان مراجعه کنید شما هم فکر نکنید روان پزشک فقط مال دیوونه هاست حالا من خودم شاید به روان پزشک احتیاج داشته باشم یه دختر خانم گفته 14 سالمه با فهمیدم گرایش بی, بی دی, اس ام بی دی اس ام چیه کسی نیم چهارده سال پوفیوزی من چهارده ساله بودم برعکس میشستم تو توالت یعنی سرم تو چاه بود بی دی اسم چهارده <applause> ساله بودم از خودم میشاشیدم یه دختر خانمی گفته به هم تجاوز شده از سمت شوهر امم خانواده های عزیز پدر و مادرای گرامی تمامی اعضای خانواده شما امکان داره به فرزند دختر یا پسرتون تعرض کنند به هیچ عنوان به هیچ شخصی اعتماد نکنین کودکتون رو با هیچ یکی از اعضای خانوادهتون تنها نذارین چه مرد چه خانم شاید بهتون بگم هولوحش 50 60 درصد پیامایی که به من دادن در طول رازها ها تجاوز از سوی افراد خانواده بوده دایی عمو شوهر عمه تمامی اینها بوده به هیچ عنوان کودکتون و دختر حتی 14 15 سالتون رو با افراد خانواده تنها نزنید چون اگه خدایی نکرده اتفاقی براشون بیفته از ترس آبرو و از ترس شما نمیان بتون بگن پس ازتون خواهش میکنم به هیچ انسانی جز پدر و مادر اعتماد نکنید خب من هلوش 20 سی درصد هم همین پیام بود که کلیه اون شخص میگفت کلیه من دست الان توی بدن پدرم اون شخص خبر نداره کلیه هم دست مادرم اون شخص خبر نداره این خیلی زیبا بود از نظر من حالا خدا ان برایش که مریضی بیماری نره ولی بله من خدا اینا که دور از جنب خانواده خودم هم چه اتفاقی بیفته 100 درصد این کارو میکنم و شما آدمایی هستین که بهشت مال شما آدم های. واقعا دوست داشتنی هستین خدا بر خانوادهتون نگردون داره I love you. یه بار خونمون دوز اومد و خیلی چیز میز برد اما یه دون از گردن و مامانم مامانمو نبرده بود منم اونو برداشتم تو یه روز بفروشمش داداش خیلی لاشی شما دوز دیگه از خودشان بزنه باز تو از خانه خودتان بزنن ما نمیدونم بابا شماها چقدر حالتان خرابه مگه چو کار میکنن با خودتان چو کار میکنن با زندگیتان از خودتان هم بزنه ما مو موام خرابه یه خانم گفته به خاطر حسادتی که نسبت به دخترم مم داشتم با پسرم ازدواج کردم با اینکه میدونستم ازدواج غلطیه بعدش واقعا یکی از اشتباه ترین کارها اینه که از لج کس دیگه ای وارد زندگی دیگه ای بشه دیگه اشتباه از این بزرگتر میشه اصلا دا. میشه داش نمیشه نکنن این کار کارو ازدواجی که بزرگترین مرحله های زندگی با چشم باز این کار انجام بدین نه به خاطر در آوردن حسادت یا قیز کسی دیگه ای متشکرم چرا من این پدراش دارم میدونم نصیحت میکنم یکی نیست بگه خودت چه انی هستی <تصحن> <تصحن> یا پسر خب گفته 8 ماه دیگه از دوست بابا بابا میشم گاهی وقتا با یک اشتباه نونزده نمیشی پدر میشی یه دختر خانم گفته یکی از فامیلامون به قتل رسیده توسط خانوادش در صورتی که همه فکر میکنن فرار کرده خیلی که ایشالله که اینا شوخیه بعضی هست چون من خدا شده یک دونه از خودم در نیبادم ایشالله که اکثر شوخی باشه <تصفح> <تصفح> یه آقا پسر گفته سه بار ناموفق باشم اینو من اینجوری نماد نشون میدم یا میگم داستان میخواد که اگه بگم امکان داره بنم کنه یوتیوب دو بارش تو خدمت سربازی بوده و 5 سال افسردگی داشتم کسی نمیدونه الان خوب شدم شکر خدا که داداش خوب شدی ان شاء الله همیشه سلامت باشی به خودت افتخار کن که از این مراحل سخت گذشتی من توی یه کلیپ هم گفتم که پسرا سربازیشون بسیار سخت هزار اتفاق براشون میفته دخترو گفتن حالا مگه چی میشه چه اتفاقی براشون میفته اتفاقای خیلی بدی براشون میفته وقتی شما پیش خانوادهتی برمیگردی 24 ساعت میفرستن روی برجک توی سرما مثل سگل سگ لرزه بزنی تو یک جایی که آدم نمیبینی آرزوت میشه زنگ میزنن به رفیقاشون پسرا توی سربازی زنگ میزنن رفیقاشون میگن برامون آهنگ بذار شما هیچ وقت نمیتونید شما خانمها تصور کنید که سربازی چه فاجعه ایه و شما فکر میکنید دو سال مثل بغاوات میگذره اصلا اینجوری نیست سربازی برای آدمای پولدار و کسایی که آشنا دارن بله خیلی خوبه ولی برای کسایی که کسیو ندارن و لب مرز میافتن و جاهای بدی میافتن بزرگترین مشکلات زندگیشون تو سربازی براشون اتفاق میفته تنهایی ندیدن آدم دوری از خانواده بهشون زور میگن غرورشون رو میشکنن تخریب شخصیتشون میکنن خوردشون میکنن فوش ناموسی بهشون میدن هر تحقیری که شما فکر کنید توی سربازی برای پسر رخ میده پس هیچ وقت نگه این که میرم بهشون خوش میگذره حداقل بهشون احترام بذار. ممنونم ازتون که ما میدونیم که شما چقدر تو زندگی سختی میذارین چقدر حقتون بهتون داده نمیشه و ما به اون احترام میذاریم پس شما به بعضی از سختی های ما احترام بذارید احترام متقابل یا پسری گفته دختر اما ازم حامله شد با اینکه هر دو با هم در بابا چقدر شما های کافوری بخورین نمیدونم یک غلطی بکنین هر دو متحل و خانم گفته شوهر امم به امم خیانت میکنه الهی بگردم بیچار امت چه خیانت میکنن؟ حالا آدم بد میشه واقعا بعضی یه دختر خانم گفته با ترین دوست اکسم رابطه داشتم تا اونو بسوزونم یکی از بزرگترین اشتباهات ماها اینه که وقتی با یک نفر کات میکنیم میریم با یکی از افراد نزدیک به اون که هرس اون شخص رو در بیاریم و این بزرگترین اشتباهی که شما میتونید بکنید نه تنها به اون شخص آسیب میزنین بلکه آسیب بزرگتره رو به خودتون میزنین مخصوصا خانوما اگه کسی شما رو ول کرد رفت بی بهتون خیانت کرد هر چیزی شما این کار رو با خیانت یا با این ارتباط با افراد نزدیکش جبران نکنید فقط و فقط و فقط به خودتون آسیب میزنید سعی کنید تو زندگی فراموشش کنید پیشرفت بکنین و اون شخص از کارش پشیمون بکنید نه اینکه برین سری با یه نفر دیگه جایگزین کنین یا با یکی از افراد نزدیک به اون شخص وارد رابطه بشین خودتون رو بعدا نمیبخشین هیچ این اشتباه نکنین ازتون خواهش میکنم خب بچه اینم یه ویدیوی دیگه ممنونم از اینکه تا اینجا نگاه کردین حتما لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره همه نظراتتون رو میخونم تا یک ویدیو دیگه خدا یار و نگهدار